کنار پنجره ماشینم وایستاده بود، سرشو بالا گرفته بود تا منو بتونه ببینه. دماغش از سرما قرمز شده بود. گلای زرد نرگس رو بالا نگه داشته بود و به هم نشونشون میداد تا بخرمشون. یه نوجوان پسرم دستمال به دست شیشه ماشینم رو کثیف‌تر میکرد. نمیدونستم باید بهشون کمک کنم یا نه. همه این پولا، این احساسات تحریک شده ی آدمای گذری، قرار درآمدی بشه برای این بچه‌ها یا خرج مواد پدر معتادشون بشه، یا یه رئیس و سردسته قرار بیاد اون پولا رو بگیره و یه چندرغازی به این بچه‌ها بده. نمیدونستم. به خودم گفتم من به عاقبتش کاری ندارم، وظیفه خودم رو انجام میدم، که یادم اومد راه‌های بهتری هم برای این کار هست. داشتم با خودم کلنجار میرفتم که صدای بوق ماشینه رشته افکارم رو پاره که چه عرض کنم تیک پاره کرد. فهمیدم چراغ دوباره زرد شد. من که رد شدم، اما بیچاره پشت سریا. اصولا کار کردن بچه ها جنایته و خیانت به بشریت. چرا؟ برای اینکه بچه انسان در کودکی و زمان رشد باید به رشد طبیعی کودک کمک بشه و باید بتونه رشد صحیح و کامل داشته باشه. وقتی شما بچه ای رو که باید مصرف کننده محصول کار باشه تا بتونه اون استعدادهای نهفته خودش رو شکوفا کنه تا خودش تولید کننده بشه، او رو مجبور میکنید که برود و کار کند که بزرگسالان از محصول اقتصادی او همین امروز و الان بهره مند بشن، یعنی تراژدی بزرگ. یعنی باید نشست و زار زار بر حال اون جامعه گریست. هر وقت این بچه ها رو میبینم یاد اوشین میافتم. شاید خیلی از شما اوشین رو یادتون نیاد، ولی حتما اسمش رو شنیدید. یه وقتی واسه خودش فرهنگ شده بود. هنوزم تاناکورا یادگار اون موقع هاست. زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است. بالاخره با همه سختی ها اوشین عاقبت به خیر شد. منم امیدوارم سرنوشت همه این بچه ها با همه این سختی هایی که تحمل میکنن عاقبت خوبی داشته باشه. ولی واقعیت غیر از اینه. آمار نوجوانای بزهکار غیر از این رو نشون میده. نوجوانایی که نه فقط الان به خاطر جرائم متعددشون تو زندانن و هیچکی توجهی بهشون نداره، بلکه بعضیاشون روزا و ماها رو میشمرن تا 18 سالشون بشه و حکم اعدامشون اجرا بشه. چه های خیامونی میتابن از سریم دونی، مهاجرهای شب زده کجا برن به مهمونی، در حالی که بیشتر از 20 سال از تصویب منشور حقوق کودک میگذره و شاید تو بعضی از کشورها هم کودکان کار موضوعیتی نداشته باشه، اما بنا به آمار سازمان جهانی کار که ILO هست، سالانه 250 میلیون کودک 5 تا 14 ساله تو جهان به واسطه اشتغال به انواع مشاغل از کودکی خودشون محروم میشن. بخون کوچولو ای آواره کوچک، تو که میخوابی شبها توی آلونک، کجاست اون روزی که میگن تو تقویما شده روز جهانی واسه کودک؟ باید وقتشون به خیلی سایه دیگه مثل درس خوندن، در آغوش خانواده بودن و خیلی کارهای دیگه سفری بشه. یه بخشی از این آمار متعلق به کارهای نیمه وقت همراه با تحصیل یا فصلی. اما 120 میلیون نفر از این بچه ها به شکل تمام وقت وارد بازار کار میشن. کارهای مثل دستفروشی، کار تو کارخونه ها یا معدن ها یا کشاورزی. ناپذیرفتنی ترین شکل اون استفاده نظامی از بچه ها و روسپیگری و تنفروشی بچه هاست. بعضی از این بچه ها از طریق قاچاق و روبوده شدن تو بازار کار قرار می گیرن و بعضی هاشون حتی برای فروش اعضای بدنشون معامله می شن.
بحث حقوق کودک بحث لوکس و تجملی نیست. بحث برخورداری یه گروه بیدفاع از اولین و بدیهی ترین حقوقشونه. حقوقی که به دلایل مختلفی نادیده گرفته شده، مثل اختلاف مفرط طبقاتی، عدم وجود امکانات مناسب تحصیلی، فقر فرهنگی، کمبود آگاهی والدین و یکی از مهمترین این عوامل وجود اعتیاد تو خانواده هاست. افزایش جمعیت، افزایش خانواده های بی سرپرست یا تک سرپرست، مهاجرت، حاشیه نشینی و اختلافات خانوادگی هم از عوامل دیگه افزایش آمار کودکان کار هست که تو کشور ما از رشد فزاینده‌ای برخورداره. همینطور ضعف‌های قانون باعث شده تا سازمان‌ها و نهادهای مربوط به مسائل کودکان و کار نتونن به شکل مناسبی به حل این مشکل بپردازن و فعالیت‌های گروه‌های خیریه و خودجوش هم نه فقط با حمایت مواجه نشدن، بلکه تو مواردی از فعالیت این سازمان‌ها جلوگیری شده. تو کشور ما اشتغال کودکان غیرقانونیه. این قانون نه فقط موجب حمایت از کودکان کار نشده، بلکه باعث شده تا این بچه‌ها از حمایت‌هایی هم که برای کارگران دیگه پیش‌بینی شده، مثل بیمه و از کار افتادگی و خیلی مزایای دیگه، بهره‌مند نباشن. و این باعث شده که کارگاه‌هایی که دور از چشم ضوابط وزارت کار مشغول فعالیتن یا اصولاً شامل قوانین کار نمیشن، مثل کارگاه‌های کوچیک یا خانوادگی، رغبت بیشتری به استخدام بچه‌ها از خودشون نشون بدن. نه، به نظر من کار خوبی نیست زود کار کن. تو اون سن باید بچه ها مثلا چیز یاد بگیرن، برن کلاس. بحران اقتصادی کنونی هم در تشدید ناهنجاری موجود، یعنی افزایش کودکان کار، بی تأثیر نیست. بعضی خانواده ها بچه ها مجبورن کار بکنن که کمک به خانواده بشه، ولی لازم نیست که فقط کار بکنن. اگه بشه این رو، اجتماع باید این رو قبول بکنه، این مسئولیت رو قبول بکنه که هیچ بچه ای لازم نباشه که همه وقت کار بکنه. اصلا بچه نباید کار کنه. اون جوامعی که از بچه ها بدین گونه استفاده میکنن، یا اجازه رشد نمیدن، یا وسایل و تحصیلات حقیقی برای رشد کودکان ایجاد نمیکنن، یا رسیدگی نمیکنن حتی، و سعی میکنن چشم پوشی کنن، اون جوامع هستن که دچار مشکل میشون و هستن. جوامعی هستن که پیشرفت درشون دیده نمیشه، یا به ندرت یا به قدرت، به زور مثلا مال و ثروت میتونن از دستاوردهای دیگران، کشورهای دیگه استفاده کنن. اون جامعه، جامعه نیست که درش مخترب به وجود بیاد، دانشمند به وجود بیاد، هنرمند به وجود بیاد. عدم تحصیل این بچه ها بنیه علمی جامعه رو پایین میاره و ضمن این که افزایش جرائم و در سنین خردسالی به وجود میاره، قبح این عمل رو هم از بین میبره. همگام با فعالیت‌های افراد خیر و گروه‌های خیراندیشی که برای رفع این مشکل کمک می‌کنن، آگاهی عمومی هم باعث میشه تا دولت مردا هم در صدد حل این معضل با طرح و تصویب قوانین کارآمدتری بر بیان. هرچی امروز وقت بیشتر صرف آگاهی رسوندن و حمایت از اقشار کم درآمد کنیم، به مراتب کمتر از هزینه هایی که در آینده مجبوریم بپردازیم بابت گسترش زندان ها، راه های جلوگیری از جرائم و تخلفات، یا حتی بابت خرید علم و تکنولوژی از کشورهای دیگه. زمان های قدیم که بچه ها همه کار میکردن، یعنی همه کار میکردن، همه بنا بود زندگی رو میچرخوندن، هر کسی یه رولی داشت، و این در واقع در موقعی این کمتر شد که ما دنیای صنعتی به وجود آوردیم و خیلی کالا رو ماشین ها میتونستن انجام بدن، و باعث شد که ما بتونیم تعلیم و تربیت رو پیاده بکنیم و بچه ها رو بذاریم در مدارس و یه دوره تعلیم و تربیت به وجود بیاریم برای بچه ها. به نظر من هیچ اشکالی نداره که اگر برن بیرون کار کنن، اوقات فراغتشون رو و پول در بیارن، خیلی براشون بهتر هم هستش، با جامعه آشنا میشن و خیلی براشون تجربه خوبی خواهد بود. البته پیشگیری از پدیده کودکان کار یا رفع این ناهنجاری به معنی از بین بردن حس مسئولیت پذیری بچه ها و کمک و یاری دادن به خانواده هاشون نیست، ولی باید به دنبال راه های مناسب تری برای این کار بود. تا ضمن تقویت این حس تو بچه ها، اونا رو از لذت کودکی و بازی محروم نکنیم. در اصطلاح دنیای اقتصاد، کار یعنی
یک صرف انرژی به منظور ایجاد سرمایه. این معنای کاره در جهان اقتصاد. دوره بچگی دوره بازی باید باشه به یک نحوی، و اگر که این بچه محروم بشه از اون، خیلی زود بزرگ بشه، اون دوره رو ندیده باشه، این احتیاج به بازی درش میمونه ولی به صورت رشد نشده، و اون وقت این در جورای دیگه میاد بیرون که اون وقت ممکنه خیلی ضرری هم به خود شخص بزنه هم به اجتماع بزنه. به امید روزی که تو چشمای این بچه ها هم برق شادی و شیطونی به درخشه و صدای خنده های بیغلقش و بچه گونه شون کوچه ها رو پر کنه.